درود بر شما دوستان و همراهان کانال سرانه، لطفاً تا پایان این گزارش با ما همراه باشید. حکومت آخوندی نمیخوایم، نمیخوایم. حکومت بچه کش. نشانه های انقلاب مردم ایران به قدری زیاد شده که دیگر حکومت جمهوری اسلامی قادر به مخفی کردن آن نیست. 1401. یکی از ترفندهای حکومت آخوندی در 14 دهه اخیر این بوده که صدا و تصویر مخالفان را سانسور و خفه کند و صدا و تصویر موافقانش را چندین برابر بیشتر از میزان واقعی نشان دهد. این ترفند به حکومت کمک کرده تا برای خودش در داخل و خارج از کشور مشروعیت کاذب ایجاد کند، به هوادارانش وانمود کند که آنها در اکثریتند و مخالفان را متقاعد کند که آنها در اقلیتند، پس نباید زیاد پیگیر عملی شدن خواستهایشان باشند. اما در هفته‌های اخیر وضعیت تغییر کرده. نشانه‌های مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی به قدری زیاد شده که حکومت از مخفی کردن آن عاجز مانده. ساعت 7 صبح شب بنویسی صبح پاک میکنن، صبح بنویسی شب پاک میکنن، مردم کم نمیارن، باز مینویسن. اینو ببینی. هفته هاست که هزاران مأمور شهرداری و مزدوران حکومتی در سرتاسر کشور شب و روز در حال پاک کردن شعارهای ضد حکومتی هستند. اما رنگ و مواد پاک کننده نه تنها خونهای ریخته شده را پاک نمی کند، بلکه از مخفی کردن صدای معترضان هم ناتوان است. پس از آنکه ترانه علی دوستی، بازیگر سینمای ایران، برای ابراز همبستگی با جنبش انقلابی در اقدامی شجاعانه تصویری بدون حجاب از خود منتشر کرد و اعلام کرد در ایران در کنار خانواده های زندانی ها و کشته شده ها می ایستد و برایشان دادخواهی خواهد کرد و حاضر است در این راه هر هزینه‌ای که لازم است بپردازد، پارمیدا قاسمی، عضو تیم ملی تیر و کمان ایران، روز چهارشنبه در مراسم اهدای مدال لیگ تیر و کمان جام خلیج فارس در تهران در برابر مسئولان حراست فدراسیون حجاب از سر برداشت و مورد تشویق حاضران قرار گرفت. ماشاءالله برمیگم. ماشاءالله. ماشاءالله برمیگم. کوثر اکبرنژاد، خبرنگار ورزشی، در همین روز در برنامه زندگی رادیو ورزش صدا سیما را به لجن کشید و گفت او تصمیم گرفته با شرف زندگی کند و با صدا سیمای فاسد و دروغگو گفتگو نکند. خب ما در مورد فوتبال و فوتسال بانوان صحبت نکردیم به خاطر اینکه توی این بخش از برنامه بانوی ایرانی میخوایم گفتگو بکنیم با خبرنگار حوزه فوتبال و فوتسال بانوان کشورمون کوثر اکبرنژاد. سلام به شما و خوش آمدید. درود عرض میکنم خدمت مردم شریف و نجیب ایران و درود به شما مجریان و سازندگان این برنامه. فکر میکنم از آخرین باری که روی آنتن در خدمت مردم بودم بیشتر از 3 سال میگذره و این زمان قابل توجه برای کسی که عاشق رسانه است و پیشه مورد علاقه‌اش سالها رسانه است زمان زیادیه و این تصمیم رو فکر میکنم هر کسی که زندگی با شرف رو انتخاب کرده میگیره که با صدا و سیمای فاسد و دروغگو همکاری نکنه. مسئولان صدا و سیما بلافاصله صدای کوثر اکبرنژاد را قطع و به جای مصاحبه با او موزیک پخش کردند. روز چهارشنبه تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی نیکاراگوئه مسابقه دوستانه در تهران برگزار کرد، اما بازیکنان تیم ملی ایران به جز وحید امیری و مهدی ترابی که همه می‌دانند از هواداران حکومت جمهوری اسلامی هستند، از خواندن سرود ملی جمهوری اسلامی سر باز زدند. اما فرانی
امروز 19 آبان مشهد نگهش میدارم برای کوکتل مولوتوف، با اینکه نجسه آخونده بی پدر. یکی دیگر از پدیده‌های جنبش انقلابی مردم ایران عمامه پرانی است که در حال گسترش به تمام نقاط ایران است. این هم واسه شهدای زاهدان، بی نابوس شهدای زاهدان. یا عبد این هم کلیپی از اقدام مبتکرانه یک جوان ایرانی که برچسب توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه را روی عبای یک آخوند میچسباند. امروز 19 منطقه مینیسیت تهران. بنده در ایام انتخابات از من سوال پرسیدن، بنده توضیح دادم. مقام های دولت ابراهیم رئیسی تصور می کنند با حضور در میان مردم می توانند از خشم آنها بکاهند و انقلابشان را متوقف کنند یا دست کم به تأخیر بیندازند. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت رئیسی با همین هدف روز چهارشنبه در دانشگاه فردوسی مشهد حاضر شد. مقامات دانشگاه بخش بزرگ سالن را در اختیار هواداران حکومت و بسیجیان قرار داده بودند تا برای سخنگوی دولت رئیسی کف و سوت بزنند و تنها به تعداد کمی از معترضان اجازه ورود به سالن را داده بودند. اکثر دانشجویان معترض در بیرون از سالن بودند و علیه بهادری جهرمی شعار سر می دادند. اما همان دانشجویان کم تعداد داخل سالن هم به خوبی سخنگوی دولت را به چالش کشیدند و به او نشان دادند که از دید مردم ایران حکومت جمهوری اسلامی حکومتی قاتل و جنایتکار است. در روزهای اخیر شایعاتی مطرح شده مبنی بر آن که حکومت جمهوری اسلامی در صدد قطع کامل اینترنت در سرتاسر ایران است. هکرهای موسوم به ناشناس فایل صوتی را از دو متخصص کامپیوتر در ایران منتشر کردند که آنها در این فایل توضیح می‌دهند چگونه دولت جمهوری اسلامی می‌خواهد این نقشه را عملی کند و در این حال مسئولیت کار را به گردن کشورهای دیگر بیندازد. سلام، می‌خواستیم راجع به پروتکل بی جی پی صحبتی بکنیم. یه اتفاقی که هفته گذشته ما مطلعش بودیم که داره میافته این بودش که قراره یه اتفاقی توی اینترنت ایران میافته. هفته گذشته خب ما خیلی رایزنی کردیم، صحبت کردیم با دوستانمون، ولی متاسفانه دقیقا نمیدونستیم چی قرار باشه، ولی منتظر بودیم که یه اتفاق بزرگی بیفته. تا روز چهارشنبه دیروز، چهارشنبه صبح، این اتفاق افتاد که ما متوجه شدیم یه سری سرویس ها کار نمی کنه. با توجه به اطلاعات محرمانه ای که به دست ما رسید، با توجه به موارد فنی که کسب کردیم، متوجه شدیم که دارن پروتکل بی جی پی رو آپ و داون میکنن، یعنی به صورت مداوم این پروتکل داره تغییراتی روش اعمال میشه. میخواستیم یه توضیح به دوستان بدیم که دقیقا این اصلا چرا دارن این پروتکل رو آبدان میکنن و ممکنه چه اتفاقی بیفته. این تو پرانتز قبل از اینکه من توضیح فنی بدم بگم که این کار خیلی کار
نمیتونم توصیف بکنم که چقدر این کار منفی هست توی این حوزه که ما داریم صحبت میکنیم، ولی عملا مثل این میمونه که شما یک نفر رو میکشیم ولی میدازیم گردن خود کشته شده. مسیریاب های مقابل ما در کشور ترکیه و در کشور امارات وقتی که پروتکل بی جی پی مدام خاموش رو روشن میشه، این در واقع جدول مسیریابی هی میخواد خالی بشه دوباره پر بشه، تشخیص میدن که این مسیر به سمت داخل ایران این مسیر ناپایدار. کاری که اتفاق میفته اینه که این مسیریاب‌ها شروع میکنن مسیری‌ها رو اصلاح کردن و دیگه از اون دستی که به سمت ایران دارن دیگه پکتی رو ارسال و دریافت نمیکنن، چون متوجه میشن وقتی میخوان پکت بفرستن توی ایران یا جوابش نمیاد یا جوابی که میخوان به داخل ایران بدن نمیره. موقعی که یه اتفاق میفته اون مسیری ها پورتش رو به سمت ایران حالا یا خاموش میکنه یا اصلاح میکنه مسیر رو، میخواد بفرسته تو ایران، میبینه نمیتونه از طریق دبی بفرسته، بعد میگه خب برم تو ایران چجوری میتونم برم تو ایران، میگه برو از ترکیه، دوباره پکت رو برمیگردم به سمت ترکیه، ترکیه میبینه به سمت داخل ایران راه نیست، دوباره ممکن از یک مسیر دیگه تلاش بشه. و اتفاقی که میفته اینه که افراد فنی که داخل ایران هستن این رو تشخیص میدن که اینترنت از بیرون ایران قطع شده، یعنی در واقع ما تصور میکنیم اینترنت از بیرون قطع شده، در صورتی که قطع شدن اینترنت از بیرون ایران به خاطر مشکلات فنی هست که در واقع دوستان ما در واقع دشمنان ما در داخل سازمان‌های ارتباطی زیر ساختی اصلی کشور دارن انجام میدن. و این عدم هماهنگی بین روترها، بین مسیریاب‌های داخل کشور و خارج از کشور، این موضوع رو به وجود میارن و به راحتی میتونن انگشت اتهام به سمت کشورهای خارجی ببرن و بگن که این قطع ارتباط از سمت کشورهای خارجی و متخاصم هست و حالا اون برد در واقع اون کاری که میخوان انجام بدن رو انجام بدن. و ما فکر میکنیم که این اتفاق ممکنه یک موضوع بسیار بزرگ امنیتی برای مردم داشته باشه، به خاطر اینکه هیچ گونه ارتباط بین المللی نخواهیم داشت. یک مسئله رو که خدمت دوستان رو عرض کنیم، با هر بار قطع و وصل کردن پروتکل بی جی پی یه مدت زمانی طول میکشه تا این پروتکل دوباره آب بشه، یعنی شما هر بار که شاتش میکنید دوباره آبش میکنید ممکنه حدودا 90 دقیقه زمان ببره تا این پروتکل دوباره آب بشه و دو تا روتر بزنن همدیگر رو ببینن. یه ترسی که برای ما وجود داره این هستش که این حجم تغییرات اینقدر زیاد باشه که این 90 دقیقه بشه 180 دقیقه، بشه یک روز، بشه دو روز، بشه سه روز، و این که تا شما بخواید ثبت کنید که کشور مقابل ما دچار قطعی هستیم و کارشناساشون بخوان شروع کنن کار کردن، ما حدس میزنیم که ممکنه چند روز زمان ببره. امیدواریم که این پیغام باعث بشه این کار رو نکنن، یا حداقل ما ترسمون اینه که آبان 98 دیگری تکرار بشه. به امید آزادی ایران موفق باشید. سپاس از همراهی شما. لطفاً فراموش نکنین سابسکرایب کنین، زنگ رو فشار بدین و کانال ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین. حتما کامنت بذارین یا کلید لایک یا دیسلایک رو بزنین. اگر هم دوست دارین از ما حمایت مالی کنین یا روی کلید ثانکس یا جوین که در زیر ویدیو هست کلیک کنین. ممنون از حمایت و همراهی شما.